بهره برداری از طرح بزرگ اقتصادی توسعه اسکله بندر شهید بهشتی چابهار مسیر ارتباط با کشورهای شرقی و شمالی و حتی اروپایی کوتاه‌تر و آسان‌تر می‌شود. در مرحله نخست این طرح با ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه 8.5 میلیون تن صبح امروز با حضور رئیس جمهور و مقامات 17 کشور جهان افتتاح شد. آقای روحانی با اشاره به اهمیت اقتصادی و سیاسی توسعه بندر چابهار برای ایران و منطقه بر ضرورت اتصال و خود اتکایی اقتصادی کشورهای منطقه تاکید کرد و گفت ایجاد وحدت مسیرهای تجاری، علمی و فرهنگی علاوه بر تأمین منافع مشترک، امنیت منطقه را نیز در پی خواهد داشت. رئیس جمهور در روز دوم سفرش به سیستان و بلوچستان چابهار رفت و مرحله اول بندر و اسکله شهید بهشتی چابهار را افتتاح کرد. با حضور نمایندگان 17 کشور دوست اولین فاز طرح توسعه بندر تجاری بین المللی چابهار شهید بهشتی را آغاز می کنیم. برای اجرای این طرح که 12 سال به طول انجامید 1 میلیارد دلار هزینه شده است. میتونه کریدور جنوب و شمال رو در یک مسیر کوتاهی قرار بده و این کریدور رو به اقیانوس متصل بکنه. کشورهای شرقی ما مثل افغانستان، کشورهای شمالی ما مثل کشورهای آسیای میانه رو به جنوب و به اقیانوس متصل میکنه. کالا در زمان کوتاه‌تر و با قیمت مناسب‌تر در اختیار کشورهای همسایه قرار میگیره. قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران در مناقصه بین‌المللی پیمانکار ساخت مرحله اول این بندر شد که در این عملیات 203 هکتار به سواحل چابهار اضافه شد. به واسطه تحریمایی که انجام شد، اونا از انجام کاری رو که تعهد کرده بودن چیکار کردن؟ سر باز زدن. و ما در همون راست تونستیم مجهز بکنیم. نه تنها این بندر، در بقیه بنادر ما داریم انجام میدیم. در ساخت این بندر 1000 نفر مشغول به کار بودند. نه سال و 5-6 ماهی که تو این پروژه فعالیت میکنم. بچه همین استان از شهرستان سرباز بخش پارود هستم. توسعه بندر شهید بهشتی 5 مرحله دارد که با افتتاح مرحله اول آن ظرفیت تخلیه و بارگیری چابهار بیش از 3 برابر شد. 2/3 کشتی های تجاری از اقیانوس هند عبور میکند. توسعه چابهار یعنی سهم بیشتر ایران از این تجارت.